وقت شما فراگیری ادب رو ببینید. من چند تا روایت برای شما آوردم تا اهمیت ادب یا فراگیری معنای ادب رو ببینید. مثلا می‌فرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: ثمرة الادب حسن الخلق. ثمره ادب حسن خلق. ادب رو مادر قرار میده برای حسن خلق. وقتی که شما کسی ادب نشده ازش انتظار حسن خلق داری، این انتظار بجایی نیست، اون نمیتونه حسن خلق داشته باشه. یا مثلا در کلام دیگری: سبب و تزکیت الاخلاق حسن الادب. اون چیزی که عامل تزکیه اخلاق انسان میشه، با صفا و با پاک شدن اخلاق انسان، چیه؟ حسن ادبه. ببینید، پس ما ادب رو باید مقدمه بر اخلاق بدونیم. ضمن اینکه ادب منظور فقط اخلاق معاشرتی نیست. اخلاق معاشرتی یعنی حسن خلق. وقت حسن خلق ثمره ادبه، همه ادب نیست. ادب کارهای دیگه هم انجام میده.